با توماج تاهباز همکارمون همراه میشیم. توماج، برامون اول درباره تصویب پیمان راهبردی میگی. بنابر اون چیزی که روزنامه رادونگ، روزنامه رسمی کره شمالی گفته، امروز البته گفته، روز دوشنبه به طور رسمی این پیمان تصویب شد، یا به اصطلاح به امضای کیم جونگ اون رهبر حکومت کره شمالی رسید. پیمانی که میدونیم اسمش هست پیمان جامع همکاری های راهبردی. و ماه ژوئن وقتی که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به پیونگیانگ سفر کرده بود، بین ایشون و آقای کیم امضا شد. شامل مواد مختلفی میشه، اما یک ماده‌ای داره که در حال حاضر بیشتر از همه جلب توجه میکنه و اونم اینه که دو کشور تعهد میکنن در زمانی که کشور ثالثی بهشون حمله کرده با همه امکانات و توان به کمک اون یکی برن. نکته دیگه‌ای که تو خبر امروز رودونگ بود و من دیدم اینه که معاهده از زمانی که دو طرف اسناد تصویب شده رو مبادله کنن اجرایی میشه. اما خب معلوم نیست دقیقاً به چه معنی این حرفی که زده شده. میدونیم دو سه هفته پیش از ولادیمیر پوتین پرسیده شد که اون سربازان کره شمالی در روسیه هستن یا نه برای جنگ علیه اوکراین، و پوتین گفته بود که یک پیمانی بین دو کشور هست که قطعاً در اجرای اون تردیدی نداره و ارتباطی به بقیه نداره که سربازا اومدن یا نه، به این معنی که خب بالاخره اون پیمان داشته در حال حاضر هم اجرا میشده. خود روسیه البته روز شنبه پیمان رو به طور رسمی تصویب کرد. البته رسانه‌های کره شمالی امروز گزارش های مربوط به تصویب روسیه در روز شنبه رو گزارش دادن. در هر حال تصویب این پیمان در کره شمالی بیشتر جنبه نمایشی داره، چون خب میدونیم که رهبر حکومت شمالی در این کشور تصمیم گیرنده نهایی اولیه و آخری است. توماج، این پیمان چه تأثیر عملی رو روابط کره شمالی و روسیه میتونه داشته باشه؟ بنا به اون فضایی که در حال حاضر ایجاد شده و تحلیل هایی که من دیدم در این چند هفته، در واقع دو جنبه میتونه داشته باشه. یک بخشش بخش تبلیغاتیه. مثلا فرستادن سربازان کره شمالی به روسیه، مشخص چه نوع سربازی فرستادن؟ آیا سرباز معمولی پیاده که به قول وزیر دفاع کره جنوبی گوشت دم توپ خواهند شد؟ که خیلی‌ها در کره جنوبی هم میپرسن که اهمیت فرستادن این سربازها چیه. ولی ممکنه نیروهای ویژه کره شمالی هم به روسیه فرستاده بشن، کسانی که سربازان نخبه کره شمالی هستن و جنگ رو از نزدیک تجربه خواهند کرد و اون موقع میتونه یک چالش باشه. اساساً بخش دیگه‌ای از تحلیل‌ها هم در مورد چالش‌ها برای امنیت شبه جزیره است. سربازهای ویژه کره شمالی یکیشه، اما بخشای دیگه هم هست. مثلا در این روزها همین چند ساعت گذشته گزارش شد که هواسانگ 19 پیشرفته ترین موشک قاره پیمای کره شمالی که همین اخیراً آزمایش کرده، بدون اینکه اساساً موتور موشک رو آزمایش کنه، موشک آزمایش شده. همیشه در این جور موارد اول موتور رو موشک رو آزمایش میکنه کره شمالی، بعد خود موشک رو پرتاب میکنه. حالا این گمانه‌زنی ها وجود داره که احتمالاً موتور موشک با کمک روسیه ممکنه ساخته شده باشه و دیگه کره شمالی دست به انجام آزمایش موتور اون پیش از پرتاب هواسانگ 19 نزده باشه. میدونیم که پرتاب هواسانگ 19 موشک قاره پیمای بالستیک هواسانگ 19 پرتابی موفق بوده. اینها جزء مواردی هستن که نگرانی برمی‌انگیزن، یعنی کمک روسیه به تسلیحات غیر متعارف کره شمالی، از جمله تسلیحات اتمی، یعنی کلا تسلیحات اتمی، کمک به ساخت تسلیحات تاکتیکال اتمی که باز هم میتونه نگرانی‌های زیادی داشته باشه، کمک به پرتاب ماهواره‌های کره شمالی که این هم باز میتونه چالش برانگیز باشه، یا احتمالاً کمک به ساخت زیر دریایی های اتمی. همه اینا در واقع فعلا گمان زنیه. ممنون از توضیحاتت همکارمون توماج تاهباز از سئول کره جنوبی.